وحید صابری فعلا کجاست؟ با وحید بیشتر آشنا شوید. لطفاً با چینل گلپ میدیا ما را همراهی کنید و فراموش نکنید که قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب را فشار دهید. وحید صابری متولد کابل هست و از لیسه عالی حبیبیه فارغ شده و تحصیلات عالیش را هم در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل به پایان رسانیده است. اولین آهنگ وحید صابری در سال 1357 از طریق تلویزیون افغانستان پخش شد. این آوازخوان بیش از 100 آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان ضبط نموده است. از وحید صابری تا کنون 6 آلبوم به بازار آمده که 4 آلبوم آن به نام‌های تقدیر، بامیان، وطنم کو و اندک اندک در کشور هندوستان تهیه و ثبت شده. در حال حاضر این آوازخوان سابقه دار مشغول تهیه آهنگ‌های جدید ویدیویش می باشد. همانطور که در ابتدا گفتیم وحید صابری از لیسه حبیبیه کابل مکتب را به پایان رسانده و در سالهای مکتبش هم آواز میخواند. این هنرمند موفق کارهای هنری خود را بعد از به پایان رسانیدن تحصیلاتش شروع کرد. اول با گروه باران پیوست. البته گروه باران در آن زمان یک گروه موفق هنری به شمار می‌رفت. اولین آهنگ وحید صابری به نام دختر دهقان منم در رادیو کابل سابق به ثبت رسیده بود. وحید صابری افغانستان را در سالهای جنگ ترک گفت و به مسکو رفت و تا حال مدت 25 سال می شود که در کشور روسیه و در شهر مسکو زندگی می کند. او در شهر مسکو کارهای هنریش را نسبت به مشکلاتی که داشت نتوانست پیش ببرد. اما تقریبا سالهای 2009 به هند رفته بود و 40 آهنگ جدید ثبت کرد. البته این آهنگ ها همراه موزیک هندی به شکل زنده ثبت شد و موزیک و دایرکتران هندوستان در ثبت و ساختن آهنگ ها او را همراهی کردند. وحید صابری تا حال چند بار به افغانستان هم سفر کرده ولی به صورت دائمی نه. آقای صابری یک خانه در مکرویان کابل هم دارن. وحید تا به حال ازدواج نکرده است. بیننده های عزیز و مهربان، باز هم برسان میگیم فراموش نکنید چینل گلپ میدیا را سابسکرایب کنید و همچنین نظریات نیک خودتان را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید. وقت شما عزیزان خوب و خوش باشه. آرزوی سلامتی رو برای تان داریم. خدا نگهدار.